فرقه شیطانی که برای احضار شیطان از هیچ جنایتی سرباز نمیزنن. گلاسه سلام، چند روز پیش فیلم سیتنز اسلیوز یا بندگان شیطان نسخه اولش رو گذاشتم. الان میخوام نسخه دومش رو با هم ببینیم. فیلمی که توی راتن تومیتوز عمری 100/100 رو گرفته و به جرئت بگم از لحاظ صحنه‌های ترسناک و کلاً داستان و کلاً پلات خفنش یکی از بهتریناست. رو راستش ندیدم اصلا، به خاطر اینکه کلاً نسخه دومش میترکونه. IMDb‌ش هم 6.8. استوری فیلم جوریه که خیلی درگیرتون میکنه و پیشنهاد میدم حتما یه بار ببینیدش، به خاطر اینکه میگم من اگه بخوام خلاصش درست بذارم باید دقیقه به دقیقش رو میذاشتم. الان خیلی خلاصه کردمش و اگه فیلمو ببینید هنوز لذتی سر جاشه. بریم ما هم ببینیمش. حواستون به اسپویلر کامل صحنه قشنگش هم باشه. با شروع فیلم بریم به سال 1955 و خبرنگاری میبینیم که همراه چند تا پلیس به یه محلی میبرنش. رئیس پلیس تو مقصد منتظرشه و با هم رفیقن. به خبرنگار میگه باید اینجا رو به چشم ببینی و وارد صحنه وحشتناک میشن. ده ها جنازه به شکلی که انگار سجده کردن کفن پیچ شدن و روبروشون قاب عکسی یک جادوگر شیطانیه به اسم رامینام. خلاصه که رئیس پلیس به خبرنگار میگه دستور دارن همه اینا رو پاکسازی کنم و هیچ آدمی نباید با خبر بشه که همین جنایتی رخ داده. اما ازت میخوام خبرشو پخش کنی، چون قطعا کار یه فرقه بزرگ و باید مردم بدونن و نباید دولت اینو قایمش کنه. میریم به 29 سال بعد، یعنی بعد از پایان نسخه قبلی فیلم. دختری به اسم رینی با خانواده‌اش به محل جدیدی اومدن تا بتونن مرگ مادر و گم شدن برادر کوچیکشون رو به دست یه فرقه شیطان پرست فراموش کنن. اینجا رینی تو کارخونه کار میکنه و دو تا برادرش یعنی تونی و باندی هم یا درس میخونن یا کار میکنن. رینی موفق میشه اگه دانشگاه بورسیه بگیره و راه میفته سمت خونه. در راه برگشت توی اتوبوس و همه دارن یه قاتل سریالی صحبت میکنن که نزدیک به 100 نفر کشته و هیچکی هنوز پیداش نکرده. رینی به خونه میرسه و ساختمونی که توش زندگی میکنن از شهر دوره و کلی آدم دیگه هم همسایه شونن. سر میز ناهار رینی قضیه بورسیه رو میگه و خانواده‌اش میخواد که با هم به شهر برن تا بتونه درس بخونه. اما خب پدرش به دلایل نامعلومی قبول نمیکنه و میگه اینجا خیلی زندگیمون راحت تره. اخبارم یه لحظه از طوفانی خبر میده که تا فردا به این محله ها میرسه. آخر شب رینی آشکارا رو میبره دم در که متوجه میشه در همه خونه همسایه بازه و وقتی هم برمیگرده همه توی راه رو وایسادن با دن رینی به اتاقشون میرن. یکی از بچهای همسایه به اسم ویزنو رو میبینیم که اونم داره آشغال میبره و صدایی از دریچه کنارش میشنوه. صدا از بچه میخواد درو باز کنه چون گرمه و وقتی این کارو میکنه یه رفه میکشتش داخل. بچه موفق میشه خودش نجات بده و یه رفه روی بشه ساحر میشه که میفهمیم پدرشه. اونم سری فرار میکنه به خونه و به خاطر ترس از پدرش قاب عکسشو میخوابونه. میریم خونه رینی و وقتی همشون خوابن تلویزیون صداهای عجیبی پخش میکنه و یه رفه عکس اون جادوگری که دیدیم یعنی رامینامو نشون میده. صبح بعد میرسه و میریم به گوشه دیگه از شهر. خبرنگار اول فیلم حالا پیر شده و وقتی به اداره میرسه براش جعبه میفرستادن. جعبه طرف همون رئیس پلیس 29 سال قبله که شب قبل یهو خودشو کشته و این لوازمو برای خبرنگار ارث گذاشته. مشخص رئیس پلیس کل زندگیشو گذاشته که بفهمه جریان اون جنایت وحشتناک چی بوده و همه سرنخا رو حالا به خبرنگار داده. یه سری عکس، یه توضیح کامل از پرونده و یه وسیله چوبی عجیب. تو توضیحات نوشته که این جنایت تحصیل یه فرقه شیطانیه که بارها این کارو کردن. اعضای این گروه روانیان و برای تفریحشون فیلم‌های قتل و شکنجه می‌بینن. همه‌شون یه جادوگر بزرگ به اسم رامینام می‌پرستن که تو اون صحنه قبل 30 سال پیش هم عکسش بود. کلی توضیح دیگه هم داره و در آخر نوشته که این وسیله چوبی تو گذشته برای نابودی جادوگرا استفاده می‌شده. استفادهش هم که معلومه، چوبو می‌گن تو جادوگرا دکمه‌شو می‌زدن بعد طرف خونریزی می‌کرد می‌مرده. یه سری عکس هم از اعضای احتمالی فرقه تو جعبه است و کنارشون نوشته که اکثر اینا تو همین سال اخیر به یه ساختمون مشترک اومدن. نکته عجیب اینه که عکس پدر رینی هم قاطی ایناست و آدرس ساختمون هم همون خونه جدیدشونه. خبرنگارم برای اینکه بتونه اطلاعات بیشتر کسب کنه به سمت این خونه راه میفته. برمیگردیم به ساختمون و چند تا همسایه‌ها منتظر آسانسورن، از جمله همون بچه همسایه یعنی ویزنو و مادرش. از کیف مادرش یه سری سکه میفته زمین. یه سری از سکه ها میرن تو سوراخ زیر آسانسور و با باز شدن در همه میرن داخل. تو زیر زمین هم چند تا دختر بچه دارن بازی میکنن که سکه ها رو میبینن و شروع میکنن به جمع کردنشون. توی آسانسور یه رفه سر و صدا میاد و آسانسور گیر میکنه. همه وحشت زدن و کم کم آسانسور داره ول میشه. با هر زحمتی که هست ویزنو همراه پدر رینی موفق میشن برن بیرون و همین لحظه آسانسور سقوط میکنه. توی زیر زمین هم یکی از دختر بچه‌ها سری میاد بیرون که آسانسور میفته پایین و جلوی چشمای سلالوس دیگر به شکلی دردناک میمیرن. خلاصه که همسایه‌ها میان و اونایی که با سقوط آسانسور مردن رو میبرن که عزاداری کنن و به خاطر طوفان تا روز بعد باید جنازه
جنازه ها رو توی ساختمون نگه دارن. پدر رینی هم ویزنو رو با خودش به خونهشون میبره چون مادر بچه هم تو آسانسور مرده و حالا دیگه هیچ کیو نداره. رینی هم تصمیم میگیره مثل برادرای خودش از ویزنو مراقبت کنه. یه لحظه هم خبرنگار رو میبینیم که هیچ تاکسی به خاطر طوفان حاضر نیست به این ساختمون ببرتش. و مرد عجیبی که کنارشه بهش میگه اون ساختمون نفرین شده است و چند ساعت پیش هم آسانسوری سقوط کرده. برمیگردیم به ساختمون یکی دیگه از همسایه‌ها به اسم تاریو میبینیم. تاری داره به رادیو گوش میده که یه دفعه پارازیت میفته و صدای خودش در رادیو میشنوه. انگار مرده و روحش داره صحبت میکنه و میگه من توی تابوت خیلی کوچیکم، اینجا جا تنگه. یه لحظه هم جلوی خودش صحنه وحشتناکی از بدن پیچیده خودش میبینه. تاری از وحشت جیغ میکشه و برادر بزرگ رینی یا همون تونی صداشو میشنوه و میاد دم در. اونم توضیح میده چی شده و رادیو رو بهش میده و میگه بندازش بیرون. این در حالیه که رینی و ویزنو هم دارن بیشتر آشنا میشن. ویزنو تعریف میکنه پدرش خیلی عوضی بوده و مدام بهش آزار میرسونده. یه روز خونهشون آتیش میگیره و ویزنو در رو پدرش قفل میکنه و اونم میمیره. برای همینه که بعضی وقتا انگار روحش دنبال ویزنو افتاده. قبل مرگ پدرش هم ویزنو یه کتاب پیدا میکنه که زبون اشاره خاصی رو توش آموزش داده. اونم با مادرش این زبون رو تمرین میکنن که یه وقتا بدونه که پدرشون بفهمه با هم صحبت کنن. این کتابم به رینی نشون میده. برادر کوچیک رینی یا همون باندی هم میبینیم که به یکی دیگه واحدا میره. خونه دو تا دوستاشه که پدرشون تو آسانسور بوده و باندی اومده بهشون سر بزنه. یه دفعه برقای خونه قطع میشن و صدای زمزمه میاد. باندی و دوستاش خونه رو میگردن اما نمیفهمن صدا از کجاست. رینی هم به خاطر قطعی برق میخواد بره که چند تا شمع بیاره و از ویزو میخواد که به هیچ وجه اتاقو ترک نکنه. تونی هم داره برمیگره به خونهشون که توی راه رو یکی دیگه از همسایه ها رو میبینه. این همسایه روحانیه و تو این مذهب به روحانی ها میگن استاد. خلاصه استاد از تونی میخواد کمکش کنه و بره به طبقه 13 ساختمون چون کمر خودش درد میکنه و آسانسور خرابه. تونی میگه چیکار کنم و استاد میگه یه زن و شوهر تو آسانسور بودن و حالا جنازه کفن پیششون توی واحدشونه. میخوام مطمئن شی که آبی چیزی روشون نمیریزه که موقع فاسد نشن. تونی هم با اینکه میترسه قبول میکنه و راه میفته. باندی و دوستاش هم میبینیم که همچنان دنبال صدان و توی یکی از قسمت های ساختمون قاب عکسای میبینن که نشون میده این ساختمون کنار یک قبرستون قدیمی ساخته شده. تو هر عکس این قبرستون بزرگتر میشه و توی یکیشون مشخصه این ساختمون همون جاییه که اول فیلم جنازه ها توش پیدا شدن. مامورای پلیس برای مخفی نگه داشتن قضیه قربانی ها رو تو همین محل خاک کردن. کلا این قبرستون برای قربانی های همین فرقه شیطانی بوده. جالبه که هر کدوم از عکس ها تاریخ 17 آپریل یه سال نشون میده و امروز هم 16 آپریل، یعنی تا فردا قرار اتفاق بر جدیدی بیفته. نکته دیگه ای که میفهمن اینه که این ساختمون انگار یه طبقه اضافه هم جدا از 13 طبقه اصلیش داره که پنجره ای نداره و کسی هم تا به حال نرفته توش. اینا خب بچهای احمقی ان و راه میافتن که بفهمن چی اونجاست. همین لحظه هم تونی به طبقه 13 میرسه تا به همسایه‌ای که استاد گفت سر بزنه. برادرش باندی و دوستاش هم بهش میگن که میخوان برن طبقه 14. پنجره خونه باز و همین که میخواد ببندتش کبریتش خاموش میشه. کبریت بعدی رو روشن میکنه و پشت سرش دوتا جنازه وحشتناک کفن پیچو میبینیم که به ایش زور زدن. اما وقتی تونی برمیگرده خیلی عادی چشمای جنازه ها بسته است و تونی متوجه قطره آبی میشه که از سقف روشون میریزه. دوباره کبریتش خاموش میشه و بعدی که روشن میکنه از دیدن جنازه هایی که زور زدن وحشت زده میشه و سری میاد بیرون. تو راه رو با یکی از دوستاش به اسم دینو برخورد میکنه. دینو از تونی میخواد کمکش کنه و میرن به خونش. توضیح میده که چنگالش پرت شده توی سوراخی که روی واحد روبرویه و از تونی میخواد کمکش کنه که درش بیاره. تونی هم قبول میکنه و بعد رد شدن از سوراخ میفته توی واحد کناری و چنگالو بهش میده. میخواد برگرده که پاش به کمدی میخوره و با افتادنش متوجه یه آلبوم عجیب میشه. بازش میکنه و توی اون عکسای از این فرقه شیطانیه. عکس جادوگر بزرگ یعنی رامینم هم داخلشه و وقتی بلند میشه نگاهش به آلبوم موسیقی از مادر خودش میفته که روی تاخچه است. مادرش قبل مرگ کارش خوانندگی بود. خیلی فضا ترسناکه و تونی وحشت زده سریع از این واحد میره بیرون. دوباره میره میشه دختر همسایه یعنی تاری. توی راه رو با استاد روبرو میشه و ازش میخواد که بیاد داخل خونه چون انگار یه روح اونجاست. استاد هم میاد داخل و بهش میگه نگران این چیزا نباش چون اصلا وجود ندارن و اگه حس بد داری نماز بخون یا دعا کن. اونم قبول میکنه و بعد رفتن استاد میره وضو بگیره که یه دفعه همه در دیوار دستشویی حالت جهنمی میگیرن. سری چند بار صورت خودش رو میشوره تا به حالت عادی برمیگرده. وقتی داره نماز میخونه دوباره این اتفاق میفته و پشت سرش کلی جنازه وحشتناک ظاهر میشن. تاری فریاد میکشه و با سرعت از خونه بیرون میزنه. دوباره میریم به یکی دیگه از واحدا، همون دختر بچه‌ای که از زیر آسانسور بیرون رفت، مادرش با سقوط آسانسور از دست داده. بچه صدای میشنوه و وقتی میره بیرون شبحی توی راه رو. شبح حرکت میکنه و میفهمه که روح سه تا دوست دیگه‌شن که زیر آسانسور موندن و مردن. روح‌ها سنگی مثل لیله طرف بچه پرت میکنن و اونم فرار میکنه و حالا روح مادرش رو میبینه. مادر صداش میکنه و اونم میره سمتش و یه رفعه انگار وارد یه اتاق میشه اما انگار آسانسوره.
همین که کبریت خوش روشن میکنه روح دوستاش کنارشن، میفهمه زیر پاش خالیه و همین لحظه میفته پایین. برمیگردیم به خونه رینی. هیچ خبری از برادرش نیست و مخصوصا نمیدونه که پدرش کجاست. هرچی بیشتر میگذره با وینزو هم صحبت میکنه، شکی توی دلش راه میفته و یه لفه میگه من اصلا نمیدونم پدرم کارش چیه. برای همینم میره به اتاق پدرش و کیفی که همیشه با خودش میبره سر کار برمیداره تا دوشو چک کنه. اما خب رمزش رو نمیدونه و همین لحظه هم برادرش تونی همراه دوستش دینو و دختر همسایه یعنی تاری به اینجا میان. تونی آلبوم عکسی که از اون خونه برای شهر نشون میده و عکسی از اعضای این گروه هم توشه. هر دو با وحشت به افراد نگاه میکنن چون پدرشون هم عضوشونه. بعدم عکس همون جادوگر یعنی رامینامو نشون میده و وقتی یکم دقت میکنن چهره این زن بیش از حد شبیه مادرشونه. انگار این جادوگر تو کالبد مادرشون به دنیا برگشته. شروع به زدن رمزهای مختلف میکنن و با زدن 3 تا 0 کیف پدر باز میشه. محتواش وحشت انگیزه چون پر از انگوشهای برده شده و پوسیده انسانهای مختلف. دیگه با همه قدرتشون فرار میکنن تا برادر دیگه‌شون هم بردارن از ساختمون در برن. تونی هم میگه که بانگ و دوستاش میخواستن برن به بالاترین طبقه. اما دینو و تاری حاضر نیستن وقتشون رو تلف کنن. برای جلو شدن از تونی سمت در خروجی ساختمون میرن. باندی و دوستاش هم میبینن که به بالاترین طبقه ساختمون میرسن. واحد 20 طبقه 14 میبینن که اصلا نمیدونستن وجود داره. وقتی میرن داخلش باندی خشکش میزنه و میفته زمین. روبروش برادر کوچیک و لال خودش یانه، پسری که مدت‌ها پیش توسط این فرقه دزدیده شد و همه فکر می‌کردن که مرده. رینی و تونی هم میرسن همینجا و همه گیج شدن. تونی به خواهرش میگه یادته که برادرمون توی 7 سالگیش دزدیدن تا میگفتن بچه شیطانه. پس امکان داره الان یکی از اونا باشه و ممکنه امن نباشه. وینزو که زبونه اشاره بلده شروع به صحبت با یام میکنه و اونم بهش میگه که بعد از اون اتفاق چشممو باز کردم و یهو دیدم توی خونم، اصلا نمیدونم چی شده. وقتی رینی اینا رو میفهمه مطمئن میشه یام بیگناهه و سری بغلش میکنه تا در برن. میریم به طبقه پایین که دینو و تاری برای جدایی از تونی بهش میرسن. اما این طبقه پر آب شده و میفهمن جریان برقم داخلش و نمیشه ازش گذشت. دینو سعی میکنه بره بیرون اما گیر میفته و تاری هم که نمیخواد وقتش هدر بره کمکی نمیکنه و میره تا یه راه دیگه پیدا کنه. دینو موفق میشه برگرده رو پله ها و با روح مادر رینو که حالا میدونیم همون جادوگر یعنی رامینام روبرو میشه. همین که میره جلو روح ناپدید میشه و دینو سعی میکنه پارچه ای که ازش مونده رو هم نابود کنه. اما پارچه توی آب نمیوفه و دوباره جلوی پسر ظاهر میشه. اونم میترسه و از شوک میوفه تو آب و یه میله آهنی میره تو گردنش و همونجا میمیره. دختر دیگه یا همون تاری هم تو راه پله جنازه های کفن پیشو میبینه که انگار زنده شدن. اولشت به طرف دیگه میره که دوباره استاد میبینه. بهش میگه جنازه ها زنده شدن و استادم به آرومی میره که جریان چک کنه. برگشتی در کار نیست. تاری میره که بفهمه استاد کجا مونده و بدن پیش خورده و گردن شکستی اونو میبینه که با فریاد وحشتناکی سمتش میاد. تاری از ترس و دریچه زباله های قایم میشه و بالا سرش جنازه دیگه رو میبینه که از دهنش داره که جنین بیرون میاد. تاری هم کنترلش رو از دست میده و میفته پایین و اونم کارش تموم میشه. برمیگردیم پیش رینی و برادرش. در حین فرار بالاخره پدرش رو میبینن. خیلی ازش میترسن و جریان پیدا کردن انگشتای انسانو میگن. پدر التماس میکنه که بزنن خودش رو توضیح بده. شروع به صحبت میکنه و میگه مامانتون حامله نمیشد. این فرقه اومدن سراغش و گفتن اگه عضو ما بشی نه تنها بچه به دنیا میاری بلکه خواننده معروفی هم میشی. هزینه‌ش هم اینه که باید آخرین بچه تا وقتی 7 سالش شد بدی به شیطان. مامانتون گول این فرقه رو خورد و در آخرم برادرتون یانو وقتی 7 سالش شد از ما گرفتن. من نمیتونستم به خیال بچه‌م شم و موفق شدم این گروه رو پیدا کنم. باشون یه معامله کردم که اگه 1000 نفر به قتل برسونم یانو به همون برش گردونم. حالا میفهمیم قاتل سریالی که این مدت‌ها همه جا حرفشه همین پدر بوده. انگشت افرادی که میکشه رو جمع میکنه تا بتونه به عنوان مدرک به این فرقه بده و در آخر بچه‌شو پس بگیره. وقتی که یانو کنار بقیه بچه‌ها میبینه میفهمه یه جای کار اشتباس و قطعاً همون شیطانه، چون هنوز قول خودش برای کشتن 1000 نفر تموم نکرده و غیر ممکنه این کارو باش بکنن. بهش حمله میکنه و یه دفعه همه جا تاریک میشه و سلاحای عجیبی میاد. هر کس اگه طرف در میره. همه جای ساختمون اعضای فرقه وایسادن و رینی یهو بیهوش میشه. وقتی چشمشو باز میکنه توی اتاقه. یان جلوی افراد شنل پوشی وایساده و با زبون اشاره داره بهشون دستور میده. مشخصه 17 آپریل شده. این فرقه هم مدت‌ها منتظر این تاریخ بودن و حالا یان شد رهبرشون یا همون شیطانه. یان سمت رینی میاد و یه گیاهو تو دهنش فرو میکنه. دختر چشماشو باز میکنه و میبینه توی دانشگاهه. استادش بهش میگه تو میتونی هر چی دلت میخواد داشته باشی، فقط کافیه بیای اینجا. رینی میفهمه این یه توهمه و با توف کردن گیاه به واقعیت برمیگرده. روبرو صحنه‌های وحشتناک میبینه که اعضای فرقه برادرش رو یکی یکی شکنجه میکنن و حتی به دستور یان پدرش رو میارن و دستش با طناب به دو تا اسب میبندن. یه دفعه اسب حرکت میکنن و اعضای بدن پدر به شکل وحشتناکی
در میاد و کلا نصف میشه. تونیو میارن و میخوان همین کارو باهاش کنن که بالاخره اون خبرنگار به ساختمون میرسه. یه دفعه وای میسته، اسلحه‌شو در میاره و سمت فضای فرقه شلیک میکنه. همه نگاهشون سمت اون میاد و رامینام دوباره ظاهر میشه. خبرنگار وسیله چوبی که داره رو بهش نشون میده. رامینام یویار بلایی که به عنوان جادوگر سرش می آوردن میفته و خیلی وحشت میکنه و به گوشه پرت میشه و جیغ میکشه. همه جا آشوبه و یان سعی میکنه دوباره اعضا رو تحت کنترل بگیره، اما ویزنو پرتش میکنه اون طرف. حالا با زبون اشاره‌ای که خودش بلده و الان فهمیده زبون همین فرقه است، شروع میکنه به صحبت و جلوی مراسمو میگیره و مرده‌ها رو برمیگردن به دنیای خودشون. وقتی هم یان میخواد جلوشو بگیره، رینی با ضربه چوبی بیهوشش میکنه و برادرش تونی هم از زنجیر آزاد میکنه. حالا رینی، ویزنو، تونی، باندی و دو تا دوستش همراه خبرنگار سعی فرار میکنن و با قایقی که اون آورده از ساختمون دور میشن. شرایط آروم و حالا خبرنگار حرف میزنه. به رینی میگه پدرتون واقعا آدم بدی نبود. اون همه سعیشو کرد که شما رو نجات بده، اما خب کافی نبودش. این روانی‌ها بزرگترین جنایت‌ها رو کردن و باید اونا رو مقصر بدونید، نه پدرتون رو. سکانس آخر فیلم زن و شوهر رو نشون میده که تو پایان قسمت قبلم دیدیم. مرد همون کسی که قبلتر به خبرنگار خبر افتادن آسانسور هم داده بود. این دو به خونه خودشون توی همین ساختمون میان، جایی که تونی اون آلبوم عکس رو پیدا کرده بود. زن میگه کاش دیشب اینجا بودیم و توی مراسم شرکت میکردیم. مرد با لبخندی میگه نمیشد، اما خوبه که میبینیم همه چیز طبق نقشه و برنامه پیش رفته. روی دیوار عکسی از 30 سال قبل که این دو نفرن توشن و ظاهرشون هیچ فرقی با الان نداره و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. شدیداً مشتاقم که بدونم این زن و مردی که تو هر دو نسخه آخر فیلم نمایش داده میشه کیان. تو نسخه قبل دیدیم که میومدن به رینی و اینا کلا یه سری قضا میدادن و توی این نسخه هم دیدیم که میگن همه چیز طبق برنامهشون پیش رفته، با اینکه ما فکر میکردیم این بچه‌ها تونستن همه چیزو تموم کنن و کلا فرار کنن، ولی همه چیز طبق برنامه این فرقه بوده. نظر من اینه که این دو نفر یکی از اصلی ترین هستن، شاید اصلا همون اصلی ترین بنیانگذارهای این فرقه و کسایی که در اصل شیطان رو احضار میکنن. اگه نظر دارید حتما شما هم بنویسید. داستان فیلم هم همونطوری که بهتون گفتم یکی از بهترین هست به نظرم، خاطر اینکه کلا همش تویستای خفن روش اتفاق میفته و همه چیز داره. فیلم سوپرنچرال هست، در مورد فرقه و شیطان و کالت و این چیزا هستش، در مورد قاتلای سریالی هست، همه چیز توش دست به دست هم میده تا یه داستان خیلی خفن رو براتون شکل بده. و هر چقدر هم که باز نسخه اولش یه سری میگفتن تکراری از فیلم های دیگه الهام گرفته و اینا، ولی نسخه دومش به نظرم خیلی یونیک و کلا آسه. بندگان شیطان، یا بذار بهتر بگم کلا سینمای اندونزی، بهترین چیزی که برای شناخته میشه جامپ اسکرای خفنشه، به خاطر اینکه جاهایی که توقع ندارید به یه شکلی خیلی بد میترسونتون و اگه میخواهید کلا یکم آدرنالینتون بره بالا، یکم هیجان و ترس تجربه کنید، حتما فیلم های این کشور رو زیاد تماشا کنید. در مورد تحلیل فیلم از نسخه قبلی هم گفتم اینجور فیلم ها تحلیل خاصی ندارن، چون همش برای سرگرمی و یه مقداری درگیر کردن ذهن آدم ها، در مورد تحلیل و بررسی نیستن. اما در کل به نظر من چیزی که توی این فیلم خیلی به عنوان یه نماد تبدیل میشه عشق مادرانه است، چون همش درش استفاده میکنه و اصلا میاد نشون میده که یه زن برای اینکه بخواد حس مادرگی رو تجربه بکنه حاضر به چه درهایی بزنه. دیدیم که این زن حاضر شد همه زندگیشو بفروشه، حتی به شیطان یه معامله انجام بده، جزء یه فرقه بشه، برای اینکه فقط بتونه حس مادر شدن رو تجربه بکنه. و از طرفی هم نشون میده که هر چقدر یه مادر برای تجربه این حس حاضر همه کار بکنه، پدر برای محافظت از بچه‌هاش حاضر هر کاری رو انجام بده، چون پدری که توی این فیلم دیدیم حاضر شد رو به قاتل سریالی تبدیل بشه برای اینکه بتونه بچه‌هاش از این تلسم بد نجات بده و کلا همه چیزو تموم میکنه. چیز دیگه‌ای که توی این فیلم خیلی برام جالبه، طریقه‌ای که کلا این کارت‌ها رو به نمایش میذاره است. این فرقه که ما نشون میده جنایت‌هاشون واقعا وحشتناکه. وحشتناک‌ترینش همون اول فیلم، یعنی شما با شروع فیلم یه سکانس می‌بینید که صدها جنازه کفن پیچ شدن به شکلی ترسناک، انگاری زانو زدن و سجده کردن و خیلی خوفه این صحنه وقتی که توی فیلم نگاه می‌کنید، مخصوصا به عنوان یه اینترو، به عنوان چیزی که وارد فیلم شده داره بهت نشونش میده. قسمت دردناک‌ترینش هم اینه که واقعا این اتفاقا 100 برابر بدتر می‌افته. شما برید تو اینترنت یه سرچ بکنید که این فرقه ها، این کالت ها چه جنایت‌هایی رو تو واقعیت انجام دادن و پلیس پیدا کردنشون، این واقعا ترسناک. یعنی شما می‌بینید طرف یه رفیق ساعت 12 شب یه چاقو برمی‌داره میره توی خونه های همسایه، تمام زنها و بچه‌ها رو به شکل ترسناک و کاملا شبیه به هم دیگه می‌کشه، برای اینکه میگه مثلا رهبر فرقمون گفته بود، برای اینکه میگه شیطانو می‌خواستم بیارم. و برای همچین کارهایی حاضرن دست به چه جنایت‌های حال به هم زن و اصلا دور از انسانیتی بزنن. دیگه همین خلاص که مثلا یکی از بهترین فیلم‌ها توی سبک ترس که من خیلی دوست داشتم این نسخه‌شو. خیلی دوستتون دارم. لایک، کامنت، ساب یادتون نره، توی کانال زاپاس جوین بشید. روزتونم گلسی.